امشب قراره که راجع به دارک نایت، شوالیه تاریکی، حرف بزنیم از کریستوفر نولان. به نظر من جزو یکی دو فیلم خوب نولانه. و تو بتمن ها غیر از بتمن یک تیم برتون، بتمن دیدنیه هم یک هم دوی که این باشه، دارک نایت باشه. سه دیگه غیر قابل به نظر من دفاع، غیر قابل دفاع. بتمن دو یعنی دارک نایت قدرتش توی جوکرش که هم از جک نیکلسون بهتره، هم از جوکرهای دیگه بعدش. شخصیت در میاد، جوکر آنارشیست بودنش، خرابکار بودنش و لذت از این کاوس داشتن، اینکه دوست داره جهان رو کاوس بده، یعنی آشوب تولید کنه. کلی پول میدزدن اما پول براش مسئله نیست. یه صحنه داره که با گانگسترها نشستن، یه کوهی پول اونجاست و سر اینه که بحث سر اینه که چقدرش رو برداره، نصفشو یا کمتر. کل پولا رو آتیش میزنه، پس مسئلهش پول نیست. اگر اول فیلم دزدی میکنن یه تیم 4-5 نفره یه جوکری، این پولا اصل بحثش نیست. یه ذره بیایم عقب. سکانس ابتدا افتتاحیه فیلم که صحنه دزدی بانکه، خیلی هم خشنه. جوکر را پشت میبینیم توی نمای تقریبا لانگ شات که ماکت ماسک جوکر دستش را پشت ببینیم. این خیلی نمایشیه، یعنی اصلا انگار داره نمایش میده که جوکره و این بده. این نمای بدیه و کمک نمی کنه به ما، خیلی مصنوعیه، خیلی نمایشیه و بده. کشتن آدم ها در همون اول که خودشون هم میکشن، اینم فقط داره یه بار اکشنی میده اما نمیسازه فضای این تیم جوکری رو. بعد از معرفی جوکر که تیم رو میده، قبل از اینکه خودشو بده که به نظر معرفی ضعیفه، اولین باری که جوکر رو میبینیم با اون گریم خاصش و قرمزی سر و صورت و لبخنداش، آروم آروم جوکر ساخته میشه. بازیگر هیث لجر فوق‌العاده است در نقش جوکر. یعنی چی؟ یعنی اینکه دستش، پاش، چشمش، دهانش، همه چیز کار میکنه تا جوکر بسازه و موفقه. بیاد بیارید صحنه ای رو که بیمارستان منفجر میکنه با لباس پرستار، میاد بیرون، ببینید دست و پا رو. یعنی بازیگر اصلا انگار آفریده شده برای این نقش. زندگیش هم چیز خاصیه دیگه، مرگ سه ماه بعدش بعد از این فیلم. خیلی خود کاراکتره برازم.
این راجع بازیگر، راجع به نگاه جوکر به جهان، دیالوگایی که با بتمن داره دیالوگای مهمی هن. بعضی از جملات نیچه هم توی دیالوگای این هست، یعنی آدم باهوش حتی با سوادیه. با سواد که دارم میگم به نظر میرسه که خونده، چجوری از نیچه به راحتی دیالوگ میاره و اصلا نگاهش به زندگی نگاه خاصیه. نگاهش نسبت به انسان اینه که همه بدن، همه تبهکارن، اما تبهکارهایی که رهبری ندارن و اون باید رهبرشون بشن. مشکلی که من همچنان با این جوکر دارم، با خودش نه، با کارگردان، اینه که اغلب اومدنش در صحنه ناگهانیه و ما اغلب در بسیاری از جاها آمادگی اومدن جوکر رو نداریم. معلوم نیست از کجا میاد، یک دفعه میاد انگار که به ما یه شوک میده. Good evening, ladies and gentlemen. و با این نومدن اجازه به تجربهش، تجربه کردنش نمی کنه. این اجازه رو به ما نمیده. این مشکل کارگردانیه. این مشکل در 40 دقیقه آخر فیلم به نظر من خوب حل میشه. 40 دقیقه آخر خوب تعلیقی داره. یعنی به جای شوک اساساً با تعلیق داره کار میکنه. ما میدونیم که این دو کشتی که مردم سوار شدن که از شهر فرار کنن، کنترلش دست کیه؟ این ور و اون ور. و ما چون میدونیم چی رو تجربه میکنیم؟ تعلیق رو تجربه میکنیم. و وقتی تعلیق رو تجربه میکنیم همداستان میشیم با کسانی که در شرایط بحرانی هستن. یعنی حتی اون آدمی که سعی میکنه از بین مسافرین کشتی بگیره، بگه آقا من آمادم برای زدن، ساعت 12 شب قراره که منفجر بشه اون یکی کشتی و بعد اونم این بر رو باید بزنه، آخه این دقایق وامیده و ما میفهمیم چرا. این تعلیق قدرت فیلمه که گفتم توی 35-40 دقیقه آخر خوب به سامان رسید. یه تعلیق دیگه هم داره که جوکر تو زندان، مخصوصا کاری کرده که دستگیر بشه و تو زندان خیلی خوبه. همینجا یه نکته بگم، برخورد بتمن با جوکر تو زندان بده. از موضع بتمن بده. بتمنی که ما میشناسیم و فیلم هم ساخته تش خیلی اصول داره. یه زندانی رو اونجوری بهش حمله کردن و اونجوری در روز به کاراکتر بتمن نمیاد. اینم یکی از نکاتیه که من باش مشکل داشتم. یه تعلیق دیگه موقعیه که جوکر داره آدرس 2 جا رو، یه جا دادستان، یه جا هم دوست دخترش رو نامزدشون میده که مخصوصا برعکس میگه که آدم ها رو بفرسته دنبال دادستان، اون یکی رو بکشه و غیره. و ما اینو تجربه میکنیم. ما تیمی رو که میرن اون نجات بدن و اون یکی که حاصلش این میشه که در اثر این ترفند جوکر دختره نابود بشه، کشته بشه. و این چیزیه که دادستان رو بسیار اذیت میکنه. اما دادستان شخصیتش هرچی از اول میریم جلوتر، به خصوص بعد
بعد از اینکه جوکر میسوزونه صورتشو، خیلی آنتیپاتیکش میکنه. یعنی دیگه انگار اون وجه تبهکار این آدم اینقدر عیان میشه و اینقدر حاکم میشه که دیگه دادستان نیست، نمیشه باهاش نزدیک شد. به نظرم میاد که دختره هم مشکل شخصیت پردازی داره که هم عاشق بتمنه هم با دادستانه. این هم از اون نکات به نظرم مشکل فیلم نامه‌ایه که شخصیت پردازی دختر رو در واقع رو هوا میبره، برای که این دختر با هر دوه، هم اینو انتخاب میکنه هم دادستان. اینم خوب نیست، یعنی از اون ضعف‌های فیلمنامه و ضعف‌های کارگردانی. به یه چیز دیگه باید تاکید کنم، موسیقی قویه، هانس زیمره خیلی لحظات موسیقی کمک کننده است برای در واقع حس صحنه و اکشن و جوکر ساختن. برسیم به مقابله بتمن با جوکر. قبل از اینکه جوکر از صحنه خارج بشه، مرگش رو هم نمیبینیم. یه دعوای مفصل دارن اینا، بتمن میفته، آسیب میبینه جوکر. همینطور بعد متوجه میشیم که بتمن چجوری جوکر رو پشت پنجره آویزون کرده و بالا میکشه، پایین میارتش، یه جور آسیب روانی بهش میده. اما اون تو لحظه آخر، تا لحظه آخری که ما میبینیم، چون مرگش هم نمیبینیم، تا لحظه آخر قویه و بر تئوری توطئه، تبهکاری و ضد بشرش محکمه. یعنی جوکر از اول تا آخر جوکر. بریم سراغ بتمن. بتمن به نظرم، خود بتمن از بتمن اول، یعنی فیلم تیم برتون، عقب تره. چهرش خیلی سمپاتیکه، خدمتکارش هم مایکل کین خیلی خوبه، ولی قدرتی که توی اولی هست، این کمکش به مردم که اصلا یکی از ویژگی های شوالیه بودنشه، به شدت اینجا به نظرم تضعیف شده. بیشتر مقابله است، مقابله با شخص جوکره، با موتور و ماشین های عجیب غریب و تمام اینا. شخصیت پردازی به نظر من خیلی قوی نیست اینجا. بتمن بسیار ثروتمنده و همین ثروتمند بودنش، هتل داره، کاپنم، هزاران چیز داره. اون بتمنی رو که ما به عنوان یک کمک کننده همیشه به آدم ها، اینجا خیلی کم رنگ شده در اثر این میزان ثروتمند کردنش. و اینکه بتمن میخواد قهرمان نباشه و قهرمان علالغایه باید دادستان باشه که صورتش سوخته و اون رویه تبهکاریش حاکم شده، این خیلی در نمیاد. پلیس، رئیس پلیس که بازیگر توانمندی هم داره، به نظرم شخصیت ساخته نمیشه، خیلی تیپیکاله و یک شخصیت مهم شهر، رئیس پلیس که اینقدر براش اعتبار قائلن، توی فیلم چندان در نیامده از کار. مورگان فریمن که همه خوشمون میاد، به نظرم تو فیلم کاملا اضافیه، یعنی یه جور وصل پینه است. همه کاراکتر رو دوست داریم تو هر فیلمی که بازی میکنه، اینجا اضافه است برادران و وصل پینه است. در مجموع دارک نایت فیلم سرگرم کننده یه خورده جدیه که میشه یک بار کامل دیدش و
حتی گاهی لذت برد.